با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، توی این کلیپ میخوام این قهوه‌ساز دلونگی مدل مگنیفیکا رو خدمتتون توضیح بدیم. ابتدا نحوه استفاده و دکمه‌های مختلفش رو خدمتتون توضیح میدیم، بعدش مواردی که برای نگهداری و افزایش عمر این دستگاه لازمه که شما بدونید و به صورت دوره‌ای اونا رو انجام بدید و خدمتتون عرض بکنم. از سمت چپ یه شیر اینجا دارید که به دو حالت قابل تغییر هست، حالت بسته، حالت باز. شما وقتی که این شیر رو حالت باز بذارید، دستگاه شروع میکنه به آب جوش دادن و برای زمانی که آب جوش نیاز داشته باشید میتونید از این آپشنش برای آب جوش استفاده بکنید. دکمه اول که خب چون دستگاه روشن بود من دیگه توضیح ندادم، دکمه اولش برای روشن کردن دستگاه است که فشار دادین روشن میشه. دکمه تک کافی یا کافی که با توجه به تنظیمات میزان قهوه‌ای که انجام دادین شما این دکمه رو فشار بدین، شروع میکنه به آسیاب کردن دونه قهوه و یه دونه تک کاف بهتون قهوه میده. این ولوم وسطی شما میتونید مقدار قهوه رو در اصل تنظیم بکنید که هر چقدر بیشتر باشه میزان آسیاب و تلخی قهوه بیشتر خواهد شد. دکمه پایینیش هم همونطور که این دو تا علامت کاپ روش هست یا دو کاپ هستش که دو تا لیوان باید بذارین، باز برای این هم این تنظیمات رو انجام میدین با فشار دادنش، باز اسپرسوی دوبل یا قهوه دو کاپ رو بهتون میده. سمت راست باز دکمه بخار هست که وقتی این دکمه رو فشار بدین ببینید که علامت تم شروع به چشمک زدن میکنه و زمانی که ثابت شد شما میتونید از سمت بخار از نازل سمت چپی برای گرفتن بخار و فوم شیر استفاده بود. باز این همون دکمه‌ای که سمت چپ بود دقیقا همین طرف سمت راست هم هستش که این میشه در واقع بلک کافی. این ور شما در واقع باید اسپرسو در نظر بگیرید، این طرف بلک کافی هستش که باز به صورت تک و دوب برای هر کدومش یه دکمه براتون تعبیه کرده که باز میزان آسیابش رو میتونید با این ولوم تنظیم بکنید. چراغایی هم که اینجا میبینید باز زمانی که این چراغ سبز باشه یعنی دستگاه آماده است که بهتون دما برای قهوه آماده است و میتونید دکمه رو فشار بدین و قهوه بدین. اگه این چراغ نارنجی چشمک زن باشه یعنی دما مناسب نیست و در حال افزایش. یه دکمه این پایین دارین که در حالت قرمز چشمک زن نیست، شما وقتی اینو فشار بدین دستگاه خودش آب کشی میکنه، اما زمانی که قرمز چشمک زن شد یعنی دستگاهتون رسوب گرفته و باید عملیات رسوب زدایی روی این دستگاه انجام بدید که در ادامه بهتون توضیح میدید. قسمت های مختلف دستگاه هم حالا من چون به صورت خلاصه دارم خدمتتون توضیح میدم، این قسمت آبچکانش هست که میتونید بعد هر از گاهی که دو تا سه تا لیوان گرفتین باید آب اضافهش خالی بکنید. مخزن آبش هستش که سمت راست به صورت کشویی بیرون میاد و مخزن قهوهش هست که دونه قهوه باید داخلش بریزیم و میزان قهوه هم با این ولو میتونید تنظیم بکنید. فقط دقت بکنید که زمانی که داره دستگاه آسیاب میکنه این ولو رو به چرخونید. باز یه دریچه هم اینجا هست که این دریچه هم برای پودر قهوه میتونید استفاده بکنید که ما اصلا توصیه نمیکنیم از این بخش استفاده بشه. برای شروع همونطور که این دستگاه پیغام رسوب زدایی داده، برای اینکه عملیات رسوب زدایی شروع بکنه من این دکمه رو فشار میدم و نگه میدارم. به مثل اینکه این چراغ ثابت شد دستگاه داره عملیات رسوب زدایی رو آغاز میکنه. برای این کار ابتدا شما باید مخزن آب رو به اندازه 1.5 لیتر آب پر کنید، یعنی دیگه خورده پایین تر از علامت ماکسیموم و جرمگیر مناسب هم قبلش باید تهیه کرده باشید که ما معمولا برای این برند دستگاه برند اونیورسال رو پیشنهاد میکنیم که برایت تو بازار با قیمت های مناسب قابل تهیه هستش. البته با برند دلونگی هم میتونید تهیه بکنید ولی خب از نظر اقتصادی و کارایی با آب ایران این برند مناسب هست و برای 5 بار هم میتونید استفاده بکنید که ما الان یه نمونهش رو قبلا استفاده کردیم. 1/5 رو من به مخزن آب اضافه میکنم.
برای صورت کار یه لیوان بهتره که سمت نازل آب و یه لیوان هم سمت قهوه قرار بدیم تا کارتون ساده تر بشه. بعد از اینکه مخزن آب رو پر کردیم، رسوب زدای مناسب رو داخلش اضافه کردیم، این همونطور که توضیح دادیم نازل آب جوش رو رو حالت اوپن یا باز قرار میدیم تا عملیات رسوب زدایی شروع بشه. یعنی عملیات رسوب زدایی کاملا به صورت خودکار هست، هر از گاهی از سمت قهوه یا از سمت آب جوش شروع میکنه به آبگیری کردن و هر موقع که لیوان پر شد خالی میکنه. ممکنه 30 تا 40 دقیقه این عملیات طول بکشه که حالا اگه پیغامی بکن باز خدمتتون توضیح بدم. در حین رسوب زدایی اگه با این پیغام رو مواجه شدیم، مخزنش رو در میاریم و نصف تا نصف پر آب میکنیم و به مثل اینکه مخزن جا بزنید دوباره ادامه میدیم. بعد از حدود 10 تا 15 دقیقه با این پیغام که روبرو شدین، مرحله آبکشی هست. مخزن رو در میارین، با آب تمیز کامل میشورین، پر آب میکنین تا خط ماکسیموم و سر جاش قرار میدین و برنامه آبکشی انجام میشه که معمولا 4-5 دقیقه طول خواهد کشید. و پیغام مرحله آخر همونطور که میبینین چراغ بخار چشمک زن هستش، این مرحله پایانی دستگاه یعنی رسوب زدایی به اتمام رسید. همونطور که می‌بینید چراغ هم خاموش شد، شیر رو حالت بسته قرار میدیم. این چراغ داره چشمک میزنه، یعنی در حال گرم شدن. زمانی که آماده شد حالا میگه آب تمیز توش بریزیم، مخزن آب رو میشورید، آب تمیز توش میریزیم و میتونید از دستگاهتون استفاده بکنید با خیال راحت تا پیغام بعدی که دوباره رسوب زدایی انجام بدید.